لطفاً در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس. ایران با حمایت روسیه و چین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه 26 شهریور ماه از پذیرفته شدن سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای خبر داد. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در این نشست رؤسای جمهوری چین و روسیه از عضویت ایران در این سازمان حمایت کردند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، خواستار توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو شد و همکاری روسیه و ایران در جنگ داخلی سوریه رو الگوی موفق دونست و گفت این تجربه میتونه با سایر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تکرار بشه. پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در سخنرانی خود در این نشست همکاری ایران رو مثبت و مهم خوند و گفت روسیه حامی مشارکت تمام عیار ایران در این سازمانه. دولت روسیه که حامی اصلی پیوستن ایران به این سازمان بود تاکید کرده بود که پس از رفع تحریم‌های سازمان ملل ایران میتونه به عنوان عضو اصلی این سازمان انتخاب بشه. حکومت ایران در سالهای اخیر با تبلیغ درباره سیاست نگاه به شرق برای گسترش روابط خودش با چین و روسیه تلاش کرده که سند همکاری‌های 25 ساله با چین رو به امضا برسونه که برخی منتقدان اون رو فروش ایران به چین توصیف کردن و سند همکاری راهبردی با روسیه از جمله پروژه‌های مرتبط با این دیدگاه رو که توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ترویج شده تمدید کنه. ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم، همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایتی وابسته هستند، مرغ که هیچی، تخم مرغ که هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنن دست از این نظام بر نمی دارن. رئیسی قبل از سفر به تاجیکستان: آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است. وقتی کسی تو طول عمرش فقط قتل عام کرده و سطح تحصیلاتش فقط 6 کلاس باشه و جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است و معمولا فرمایشات دکتر آیت الله رئیسی کمی پیچیده است و ممکنه برای همگان قابل فهم نباشه. وی پیشتر نیز در نخستین روزهای انتصاب خودش به عنوان رئیس جمهور رژیم در مشهد پیرامون مبارزه با کرونا گفته بود آنچه از واکسن‌هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت. تولید خارجی، سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش کنند. اقتصاد رونق بگیره، هم تولید رونق بگیره. کنیرد اگر خانم اونجا سرش باز بود حجاب نداشت میگفت ما نمیذاریم میرید شهر، یا خودت بپوشون یا برگرد. این کار خوبی بود، این نهی از منکر خوبی بود. از این مقوله کارها باید بشه. مجله آمریکایی تایم نام 100 چهره تاثیرگذار جهان در سال 2021 رو منتشر کرده که در اون از ایران نام زندانی و زندانبان نسرین ستوده حقوقدان منتقد و ابراهیم رئیسی قرار داره. کریم سجادپور پژوهشگر ارشد بنیاد صلح پروفایل رئیسی رو نوشته و یادآور شده که حکومت ایران با به قدرت رسیدن رئیسی به یک دیکتاتوری نظامی تحت رهبری سپاه پاسداران تبدیل شده. در پروفایل او به نقش رئیسی در کشدار سال 67 نیز اشاره شده. نام ستوده و رئیسی در حالی در این فهرست قرار گرفته که نسرین ستوده وکیل و حقوقدان منتقد حکومت ایران بارها در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه زندانی شده بود.
و اما ترس از دستگیری مانع حضور رئیس جمهور جلاد جمهوری اسلامی در نشست اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد. به گفته مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ابراهیم رئیسی برای اجلاس مجمع عمومی این نهاد به نیویورک نمی رود و سه‌شنبه آینده به شکل ویدئویی در آن سخنرانی می کنه. او گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به نیویورک میره. لازم به ذکر که رئیسی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داره. اتفاقی که باعث خرد شدن بیشتر رهبر جمهوری اسلامی و شادی بیشتر صلح‌جویان در جهان شد، آغاز رسمی روابط بین دو کشور اسرائیل و بحرین. سخنان عجیب نماینده خودخواه قزوین درباره جمعیت کشور. فاطمه محمد بیگی، نماینده قزوین در مجلس، در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه کشور ظرفیت 150 تا 200 میلیون نفر جمعیت رو داره گفته ما بهترین ذخایر گازی و نفتی جهان رو داریم، بهترین ذخایر معدنی رو داریم، پهنه زیبای جغرافیایی داریم که میتونه پاسخگوی این ظرفیت باشه. یکی نیست به ایشون بگه ذخایر نفتی و گازی که متعلق به لبنان و سوریه است و قسمتی از اون هم به نکبت‌زاده هاتون میرسه. حالا شما اول برای این 80 میلیون اشتغالزایی بکنید، بعد به فکر ازدیاد جمعیت باشید. اروپا نفت و گازی به اون صورت نداره، اما در مساحتی به اندازه ایران بیش از 400 میلیون جمعیت زندگی میکنن. اونها میدونن برای پاسخگویی به نیازهای این میزان جمعیت به مدیرانی کاربلد نیازمندن. و مسئله بعدی این که نوع جمعیت از تعداد جمعیت مهمتره. در بلژیک که اندازه یکی از استانهای کوچک ایرانه، نزدیک به 12 میلیون نفر با آرامش و رفاه زندگی میکنند و در لیبی که مساحتی بزرگتر از ایران و ذخایر نفتش فراوانه 6 میلیون جمعیت زندگی میکنند که همشون سلاح برداشتن و مشغول کشدار یکدیگرن. و مورد بعدی این که جمعیت بیش از نفت و گاز به آب و شغل و فرهنگ نیازمنده. آقا مرگ بر جمهوری اسلامی. نه بگو مرگ بر جمهوری اسلامی. من تهران اومدم. میگن مردم آذربایجان خیلی شجاعن. فاجعه انتشار عمدی ویروس ایدز در روستای چنار محمودی لردگان. پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، به کانادا گریخت. او پیش از خروج از کشور نخست خانوادش را به کانادا فرستاد و سپس به اونجا گریخت. در روستای چنار محمودی لردگان از توابع چهارمحال و بختیاری چه گذشت که افسر کازرونی درست همزمان با رسانه‌ای شدن این رسوایی و دچار شدن ده‌ها تن از اهالی چنار محمودی به ایدز، خانوادش را به کانادا فرستاده. آخرین برنامه زنده توماج صالحی قبل از بازداشت. متحد باشیم و تمرکز کنیم روی هدف اصلی. یه سری اکانت با ماسک سلطنت طلب به من حمله کردن. اینا سلطنت طلب نیستن. اینا طرفدارای پهلوی نیستن. اینا اکانت های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی میگیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. توماج صالحی در آخرین برنامه زنده در حساب اینستاگرامش با دعوت مردم به اتحاد از اونها خواست در فضای مجازی فریب نیروهای سایبری جمهوری اسلامی رو برای ایجاد تفرقه میان طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نخورن. این هنرمند مردمی روز یک شنبه 21 شهریور ماه در پی هجوم 12 تن از نیروهای سرکوبگر اطلاعات به منزل شخصی وی بازداشت شد.